عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز امیدوارم در هر کجای که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فرهاد متقی هستم اینجا اخبار خاموشه بدون معطلی بریم سراغ اتفاقات مهم 24 ساعته گذشته از یه جای خیلی مهم میخوام شروع کنم از یه جایی که شاید الان تمرکز خیلی ها اونجا نیست خیلی الان تمرکزشون مثلا ما ایرانی‌ها روی وضعیت داخل ایران اونا که در کشورهای دیگه هستن دو قسمت داره حواسشون یه بخش خیلی جزئی سمت ایران یه بخش کلی سمت اوکراینه در صورتی که خیلی اعتقاد دارن اون اتفاق اصلی ممکنه هر لحظه در سمت شرق آسیا بیفته کره شمالی امروز از یه کلاهک هسته کوچکی پرده برداری کرد که تقریبا میتونم بگم لرزه به اندام همه کشورها انداخت به خاطر اینکه میتونه موشک‌های کوتاه‌برد هم هم بشه کره شمالی مدت هاست که میگه داره سلاح هسته تاکتیکی میسازه که میتونه کره جنوبی رو هدف قرار بده عکسایی که منتشر شده اولین نشانه علنی از این کلک های کوچی که هرچند که نمیشه واقعا مطمئن شد واقعا دکوره یا همون چیزی که داره نشون میده همون هم داخلشه سوالی که از دیرباز مطرح بوده که آیا کره شماری واقعا کلک هسته که بتونه بر موشک سوار کنه داره یا نه بیشتر سلاحی که اخیرا به نمایش گذاشتن میتونه فقط یک سر جنگی خیلی کوچک و سبک رو هم کنه پیونگیانگ چیزی نشون نداده بود که ثابت کنه کلاهای کلاک های هستهی قابل حمل با موشک داره اما عکسایی که تو این 24 ساعت گذشته منتشر شدن اولین نشونه هستن در این عکس ها کیم جونگ اون از ردیفی از اونچه که کلاهای های هسته ای کوچک توصیف شده بازدید میکنه نمیشه مطمئن شد اینا همون چیزی هستن که توضیح داده شده و به همین دلیل کارشناسان امنیتی چشم آزمایش هسته که انتظار میره انجام بشه دوختن یعنی انتظار داره علاوه بر تست موشکی که داره میکنه تست هسته هم انجام بده لحظه که کره شمالی به این قابلیت برسه که کلاهک هسته مینیاتوری رو تولید انبوه بکنه لحظه که شبیه سازی تهدید تبدیل به تهدید واقعی میشه به خصوص برای کره جنوبی و ژاپن که مدت هاست کره شمالی دورورشون داره با موشک های زن میزنه و هر لحظه ممکنه که اگر دستش بیاد اونا رو با سلاح هسته‌ای هدف قرار بده اخیرا پیونگان قوی تر موشک های بالستیک قاره خودش رو که در تئوری میتونن به خاک اصلی آمریکا برسن آزمایش کرده موشک ها هم از زیردریایی و از اون چه که به نظر میرسه پایگاه موشکی زیرزمینی باشه پرتاب کرده یعنی هم در سطح بوده هم در زیر دریایی بوده هم در پایگاه موشکی زیرزمینی علاوه بر این آقای کیم جونگ اون از یک شهپاد یا شناور هدایت پذیر یا پهپاد زیر دریایی رو نمایی کرده که گفته شده میتونه بمب هسته‌ای در زیر دریا لانچ کن از زیر دریا شلی کنه و با ایجاد یک ابر سونامی رادیواکتیو ناوگان دشمن رو نابود کنه که خود این هم بسیار بسیار, بسیار وحشتناکه. الن کیم تحلیلگر مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک با اشاره به اینکه دختر کیم جونگ اون در یکی از آزمایش های موشکی کتی به سبک دیور به تن کرده بوده میگه برای حاکمان کره شمالی آزمایش های موشکی مثل حضور در نمایش مدل او هم مثل برخی از کارشناسان از تنوع تسلیحاتی کره شمالی و مواردی که الان جدیدا به نمایش گذاشته نگران شده و اینکه این سلاح ها میتونه از زمین و دریا کره جنوبی ژاپن و آمریکا را هدف قرار بده بسیار خطرناکه ردیابی و رهگیری اینجور سلاح ها هم بسیار دشوارتر شده یانگ اوک کارشناس تسلیحاتی مؤسسه آسان در سئول میگه پرتاب موشک از زیر آب شناسایی آن را به پیش از شلیک بسیار دشوارتر میکنه بعد از شلیک موشک های کروز در ارتفاع پایین پرواز میکنن میتونن برای گریز از دفاع موشکی مسیر خودشون رو در میونه راه تغییر بدن کیم جونگ اون همیشه بیم داشته که آمریکا اول میکنه شماره حمله کنه و قبل از اینکه اون بتونه از سلاحش استفاده کنه آمریکا اونها رو از بین ببره پیامی که به نظر میرسه او با این طیف آزمایش موشکی میخواد بفرسته اینه که این کشور توان ضربه زدن متقابل رو داره و یا حتی میتونه ضربه اول رو بزنه نابود کردن سلاحایی که در زیر زمین یا دریا پنهان هستن بسیار بسیار سخته به عبارت دیگه او میگه حتی فکر حمله به ما رو هم نکنین با این حال کمی هم باید در تفسیر احتیاط کرد چون آقای کیم تمایل به اقراق و به حال دروغ در توانایی نظامی کشورش داره به عبارت دیگه وقتی بحث نظامی و تسلیحاتی میشه آدم خالی بندیه اما یکی از بزرگترین بحران هایی که در چند روز حتی آینده میتونم بگم کشور ازمون ایران درگیرش خواهد بود بحران بنزینه طبق گزارش بسیار جالبی که رادیو فردا منتشر کرده بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت که نسخه از اون به دست رادیو فردا رسیده بوده ناترازی بنزین در ایران از تابستان سال گذشته خورشیدی آغاز شده و تا آغاز بهمن ماه دولت مجبور به سرریز کردن یک سوم از ذخایر استراتژیک بنزین کشور به بازار شده بر اساس این گزارش در ده ماه ابتدایی امسال متوسط مصرف بنزین کشور روزانه حدود 103 میلیون لیتر بوده اما در دیماه این رقم به نزدیک 106 میلیون لیتر رسیده در مجموع طی ده ماه ابتدایی سال سال گذشته خورشیدی مصرف بنزین کشور نسبت به دور مشابه سال 1400 حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده با توجه به ناترازی بنزین بالاتر بودن مصرف نسبت به تولید دولت برای تأمین بازار مجبور شده علاوه بر مخلوط کردن مواد تولید ها به بنزین پایه یه نمو تولید پالاشگاه حدود 440 میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین خود رو وارد بازار کنه که معادل یک سوم از کل ذخایر استراتژیک بنزین ایرانه ذخایر استراتژیک بنزین ایران, ایران قبلا میتونست برای روز مبادا و از کار افتادن تمام پالاشگاه ها بیش از دو هفته بنزین برای کشور تامین کنه اما الان حتی به زحمت کفاف ده روز بنزین مصرفی کشور رو میده ناترازی بنزین با مصرف روزانه 103 میلیون لیتر در ده ماه ابتدای پارسال در شرایطی که در نوروز امسال مصرف روزانه بنزین به 144 میلیون لیتر در روز رسید و رکورد تاریخی زد. علت اصلی ناترازی گسترده بنزین ورود بیش از یک میلیون خودرو تولید داخل با راندمان پایین و مصرف بالای سوخت به بازاره. خبرگزاری ایرنا شش فروردین امسال گزارش داد که خودروسازان دولتی و خصوصی داخلی در دوازده ماهه سال 1401 تعداد یک میلیون و دستگاه انواع خودرو تولید کردند که نسبت به دور مشابه سال 1400 حدود 39 درصد رشد داشته. به رغم تولید چنین رشدی در تولید خودروها با راندمان پایین و مصرف بالای سوخت طی بیش از دو سال گذشته تولید بنزین خود را نتونستند همپای رشد مصرف بنزین افزایش بدن و با ناترازی گسترده سوخت مواجه شدن رضا نواز سخنگوی سنف جایگاهداران ایران شش فروردین از افزایش مصرف بنزین در روزهای پایانی سال 1401 خبر داد و گفت که این افزایش افزایش مصرف در 100 سال اخیر بی سابقه بوده به گفته او افزایش مصرف بنزین در این روزها موجب شده ایران در بین کشورهای جهان رتبه هفتم رو پیدا کنه عدم توسعه پالاشگاه جدید، فرسوده بودن خودروها و در نتیجه پرمصرف بودن اونها همراه با ورود سالانه یک میلیون دستگاه خودرو ساخت داخل به بازار مهمترین علت ناترازی روزافزون بنزین در ایرانه ولی اگر از مقامات جمهوری اسلامی بپرسی میگن اسراف دور دور و هر اتفاقی که میشه میدونی انگشت اتهامشون سمت مردمه اما یه اتفاق دیگه بگم که این اتفاقم باز یه سری به شرق بزنیم چین خط و نشان تازه برای تایوان کشیده میگم شرق آسیا در حالی که نگاه ها به غربه هر زمان ممکن در شرق اتفاقات تلخی بیفته چین روز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت دیدار تسای اینگون رئیس جمهوری تایوان با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در طول سفر به ایالات متحده دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد یعنی با آمریکا رفتنش مشکلی ندارن مشکلشون با اینه که با کوین مکارتی دیدار نکنه خانم تسای صبح چهارشنبه عازم ایالات متحده شد و از آنجا به گواتمالا و بلیز میره تا روابط خود را رو با متحدان دیپلماتیک تایوان تقویت کنه و سپس به کالیفرنیا خواهد رفت جایی که مسابقه برنامه ای از پیش اعلام شده کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قرار با او ملاقات کنه و اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه روسیه همچنان برای احیای مذاکرات داره تلاش میکنه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در بعد ورود به مسکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سال خبرنگار خبرگزاری ایسنا که معمولا اینا سوالاشون همشون هماهنگه مبدی بر اینکه آیا برجام در دستور کار گفتگوهای وزیر خارجه ایران و همتای روسی خواهد بود گفت دریچه مذاکرات در مورد برجام همچنان بازه و یکی از موارد گفتگو با آقای لاواروف برجام و بازگشت طرفها به تعهدات خودشون خواهد بود امیر عبداللهیان افسود در دور جدید گفتگوهای ایران و چهار علاوه که در وین ماها به طول انجامید روسیه نقش مهمی ایفا کرد همکاران ما در روسیه همچنان به تلاش خود برای بازگشت همه ای طرف ها به گفتگوها ادامه میدند و طبعا یکی از موضوعات مورد گفتگوها برجام خواهد بود داریم در مورد برجامی صحبت میکنیم که خیلی از مسئولین نظام از جمله آقای فلاحت پیشه که رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده علنا گفتن که تنها نقش روسیه در احیای برجام این بود که نظر این اتفاق بیفته روسیه که میخواد جمهوری اسلامی و بحث هستش به صورت یک آسی در جیب داشته باشه تا بتونه از روی اون استفاده کنه و باج بخواد روسیه که میدونه اگر برجام امضا بشه و تحریم ها از جمهوری, جمهوری اسلامی برداشته بشه تمام کشورهایی که دارن از روسیه نفت میخرن و تحریم های آمریکا رو به جون میخرن میتونن دیگه به جای که از روسیه نفت بخرن از جمهوری اسلامی بخرن و تحریم هم شامل حالشون نشه هزار و یک دلیل مختلف وجود داره برای اینکه به هیچ عنوان روسیه اجازه نده این برجام امضا بشه تمام حرفایی هم که دارن میزنن خوشخدمتی برای روساس که بگن ما همچنان مواظبیم که وچه شما یا نیات پلید شما دیده نشه کسایی که خودشون به صورت شخصی قطعا از روسیه منافع دارن اما فرمانده نیروی انتظامی گفته بیش از 500 نفر در تصادفات نوروزی کشته شدند. آمار خسارات و مجروحان 8 درصد افزایش داشته. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی با بیانی که در تصادفات نوروزی سال 1402 تا کنون بیش از 500 نفر جان خودشون از دست دادن گفته این آمار نسبت به مدت مشابه نوروز در سال گذشته کاهش داشته. با این وجود به گفته فرمانده نیروی انتظامی این آمار هنوز دقیق نیست و آمار دقیق مربوط به تلفات تصادفات جاده‌ای در پایان تعطیلات نوروزی توسط پشک... پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. احمد رضا رادان دو روز پیش گفته بود میزان سفرهای نوروزی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده. اضافه کرده بود که به طور معمول در پایان مجول سفرها و آغاز موج دوم سفرهای نوروزی و همزمان با تداخل این دو موج با افزایش حجم تردد جاده‌ای روبرو هستیم کمال هادیفر رئیس پلیس راهور ایران نیز با اشاره به تصادفات نوروزی عامل عمده ای این تصادفات را عدم کنترل وسیله نقدیه در هنگام بارش باد و برف در جاده ها عنوان کرد عاملی که به گفته این منبع باعث لغزندگی معابر و کاهش دید شده و میتونه تاثیر بسزایی در افزایش واژگونی وسایل نقلیه رو داشته باشه کارشناسان وضعیت نامناسب جاده ها رو از جمله عوامل بروز تصادفات جاده میدونند یه چیز کاملا بدیهی جاد بدیه جاده های قدیمی و کهنه که با اومدن جمهوری اسلامی نه تنها بهتر نشد وضعیت بلکه وضعیت بدتر هم شد به خاطر اینکه اون زمانی که این جاده توسط جاده توسط فقید و در دوره شاهنشاه فقید ساخته شد برای چه تعداد ماشین بود و الان که سالیانه بیش از یک میلیون خودرو داره اضافه میشه این جاده گنجایش پذیرش همچین تعداد ماشین رو دارن و اون مدلی که حالا قبلا انجام می که الان در اروپا هم همینه قبل از اینکه آسفالت کنن زیرسازی میکنن اون هم نه اینکه خاکو بکوبن سنگی چین میکنن در روی اون آسفالت میکنن که آسفالت حرکت نکنه در جمهوری اسلامی الان جاهایی هست که وقتی میخوان آسفالت آسفالتو ترمیم کنن یه لایه باریک از روش برمی و به قطر 3 سانت روش آسفالت میکنن که بلافاصله با اولین بارش بارون و برفی که میادش کنده میشه و دوباره تبدیل میشه به چاله هایی که در اتوبان زیاده رئیس پلیس راهور ایران در ادامه تاکید کرده آمار جانباختگان ناشی از تصادفات جاده سال جاری نسبت به سال گذشته امود حدود 23 درصد کاهش داشته اما در حوزه خسارات و مجروحان آمار با افزایش 8 درصدی روبروه از همین آمار میشه نتیجه گرفت با توجه که ماشین بیشتری تولید شده و فروخته شده با توجه که مصرف بنزین بیشتره ولی مسافرت در حقیقت معلوم کمتر شده یعنی مردم توان رفتن به مسافرت رو ندارن سعی میکنن داخل همون شهری که زندگی میکنن یا نهایتا شهرهای اطراف تردد کنن که هزینه بیشتری بابت حالا بنزین هتل یا هر اقامت دیگه که داشته باشن نپردازن کارشناسان حوزه راهنمای رانندگی عمده ترین عامل بروز خسارت جانی و مالی در تصادفات جاده در ایران رو به دلیل خودروهای بیکیفیت و با استاندارد پایین عنوان میکنند خودروهایی که الان به تابوت مشهورند در سالهای گذشته از خودروهای پراید پژو و سمند به عنوان پر تصادف ترین خودروهای در حال تردد در ایران نام برده شده سازمان پزشکی قانونی سال گذشته خودروهای خانواده پراید را رکورددار آمار تلفات حوادث رانندگی در ایران دانست همچنین سن وسایل نقلیه استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه خود را از جمله عوامل عمده در کاهش ایمنی وسایل نقلیه در داخل ایران هستند بر اساس آماری که در دیماه 1401 منتشر شد این آمار وحشتناکه طی 246 روز اول در سال گذشته در هر ساعت 55 نفر در ایران بر اثر تصادفات جادهی کشته و بیش از هزار نفر مصدوم شدند. تکرار میکنم در سال 1401 طی 246 روز اول سال در هر ساعت 55 نفر بر اثر تصادفات جادهی کشته و بیش از هزار نفر مصدوم شدند. یعنی فقط در سال گذشته و فقط در 246 روز اول سال یه چیزی هلوهوش 324,720 و نفر کشته شده و بیش از 5 میلیون نفر جراحت بر سر تصادفات جاده پیدا کردن یه بار دیگه میگم 324,720 و و نفر کشته شدن کمتر از یک سال و 5 میلیون نفر جراحت جاده ای حالا ممکنه سبک باشه یا سنگین ولی میخوام این رو بگم نگاه میدم در کل هشت سال جنگ ایران و عراق ایران 123220 تا نهایت 160000 نفر شهید داده 60.711 نفر مفقود داشته تکرار میکنم عدد سنگینه رو میگیرم در 8 سال جنگ بین ایران و عراق 160000 تا شهید بگو اصلا 61 هزار نفر مفقود داشته اگه دوتا با هم جمع کنیم تقریبا یه سلوش نفر جمع شهدا و مفقودین بوده 220 هزار یک نفر در صورتی که اگر با تصادفات و مرگومیر تصادفات فقط در 246 روز اول پارسال مقایسه کنیم میبینی که چقدر تفاوت داره اونجا 320 هزار نفر در 246 روز بر اثر تصادفات جاده‌ای متاسفانه کشته شدن در 8 سال جنگ اگر مفقودار هم در نظر بگیریم 220 هزار نفر یعنی تقریبا 100 هزار نفر در 246 روز اول پارسال بیشتر از 8 سال جنگ کشته دادیم در مورد مصدومه که وضعیت خیلی بدتره کلا در جنگ ایران و عراق در 8 سال 500 هزار نفر مجروح شدند 500 هزار نفر در 8 سال مقایسه کنید با 5 میلیون نفر در 246 روز یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم یا آقا بودن جمهوری اسلامی طبعاتش سنگین تر از هر جنگ خانمان سوزه همینه یعنی اینایی هستن که فریاد صلح 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 سر میدن وقتی مثلا اسرائیل میگه میزنم اینا میدونی ورور یقه میدرانن نه در ایران جنگ نشود نشود 8 سال جنگ داشتیم به گفته خود نظام که میگه آقا عراق تنها نبوده بله آمریکا کمک میکرده سری کشور اروپایی بودند آلمان ب شیمیایی میداده همه بودن تو کار کللا 220 هزار نفر کشت و مخود داشتیم پارسال تو دو۶ روز ۳۲۰ هزار نفر برای اینه که میگیم هر کاری میتونیم باید بکنیم که بتونیم این نظام زودتر برداریم تعداد تلفات ما از هر جنگ احتمالی که ممکن بودش ممکن بود سال 2020 ترامپ انجام بده چندینو و چند برابره آمار کشته هایی که داریم حالا این فقط تصادفات جاده ایه اگر بقیه موارد هم اضافه کنیم میدونید چقدر از مردم به خاطر پارازیت های ماهواره دارن درگیر سرطان میشن میدونید نداشتن خوراک مناسب نداشتن اعصاب درست چقدر آدم های مختلف رو داره باعث میشه که خودکشی کنن یا خدا روز نیر بیماری های لاعلاج بگیرن اگر همه این اتفاقات رو جمع کنید و موقع متوجه میشید که اگر حتی بمب اتم به ما میزدن ما انقدر فکر نمیکنم تلفات داده بودیم اون دانش واقع نزنن و فقط وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که آقا این چیزی که نظام داره از ما میکشه چندین برابر بیشتر از اون چیزی که در هشت سال جنگ ما تحمل کردیم اما قبل از اینکه ادامه اخبار رو هم دیگه بریم لازم میدونم که ازتون تقاضا بکنم این بخش آخر کمک رسانی بنیاد نوروز با کمک های شما دوستان که بیننده کانال هستید و به خوی ببینید و اینو بدونید که وضعیت در خوی همچنان بحرانیه و انقدر صداهای مختلف وجود داره که صدای هموطنانمون در خوی متاسفانه شنیده نمیشه این کمک رسانی آخری که انجام شده امیدوارم ببینیم با هم و کمک بکنیم تا بتونیم حداقل با هم مواد غذایی و یه مقدار مایحتاج ضروری زندگی رو اونجا براشون ببریم که بتونن دووم بیارن تا ببینیم چجوری میتونیم این کشور رو آزاد کنیم تا بتونیم رفاه رو در همه شهرها به وجود بیاریم خانه دوست کجاست؟ بعضی وقتا برای اینکه آدم بتونه دوستان واقعش رو پیدا کنه باید سعی کنه راه های طولانی تری بره هرچی راه سختتر باشه دیدن دوست لذت بخشتره میخواهیم اینجاست با دخترم هستم باره من وضعیت هم به خدا بخاری پات نزاش بخاری روشن بشه به خدا تو سرما خواب. به به گرآن مزید درو میگه نه عزیزم راست میگی چرا قسم میخوری دارم میبینم دیگه دارم میبینم حالا ما هیتر هم داریم به دردتون میخوره هیتر از بخاری برقیه برقی بخاری بخاری بردیم فقط ترسیدیم زیاد آتش بگیریم آره خب بریم از اون مواد و خوراکی و پتو اینا برداریم فعلا این نه چادرات رو من فیلم بگیرم ببینم اینم چادر چیز دخترمه اما خوشبختانه برای رسیدن به این روسته های دور در اطراف خوی کاملا آماده بودیم هدایای شما دوستان از کشورهای مختلف به دست بنیاد نوروز رسیده بود و تمام مایحتاجی که میشد با آنها تهیه کرد تهیه شده بود از پتو، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و یا حتی چیزی که خیلی در اونجا بهش نیاز بود یعنی بخاری برقی دوستان عزیزم ما توی این سفر سطح از این کتاب برقی گرفتیم که سوی چقدر کنم دارن پوزر پک مواد خوراکی تهیه کردیم دویز تخت دو نفره گرفتیم شاید خودتون ندونید که چه کار بزرگی کردید ولی بدونید صد خانواده بودن که حداقل شبها میتونستن راحت تر بخوابند یا اصلا کلا میتونستن در اون سرما بخوابند و این فقط با لطف شما امکان پذیر شد در این سفر به مردمی کمک شد که به معنای واقعی چیزی در زندگی نداشتند و مردمی که در روستاهای دور افتاده بدون هر گونه کمک بدون اینکه حتی کسی بپرسه چیزی برای خوردن دارید یا خیر بالای سر خانه های خرابشون نشسته بودند و قصه میخوردند بخشی از هدایای ارسالی شما تبدیل شد به بسته های مواد غذایی برای این خانواده ها که حداقل چیزی برای خوردن داشته باشند یکی که ما کردیم 500 بسته این شادی و شادمانی این انرژی که الان در مردم این روستا میبینید به خاطر کمک هایی که باور نمیکردن از کیلومترها دورتر براشون فرستاده شده یکی از زیباترین سحنه های این مسافرت بچه های کوچیکی بودن که در کنار این ماشین ها می اومدن و باورشون نمی شد که هستن کسایی در اون سر دنیا که به فکر بچه های زلزل زده این روستا هم هستند بچههایی که بدون تعارف باید فردای ایران آزادمون رو بسازن بچههایی که در این سرما چیزی غیر از هیزم برای گرم کردن خودشون ندارن ولی امیدوارم با هدایای شما باز هم بتونیم به این روستاها سر بزنیم و باز هم بهشون ثابت کنیم که ایرانی در هر کجای دنیا که باشه عاشق وطن و هموطنشه برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www9 www.nours.org کرده و یا با شماره تلفن یک هفت و و و چهار, و و چهار، هفت هزار و تماس بگیرید مردم عزیزمون در خواهی واقعا مستعصلا و احتیاج به کمک دارن اگر که شرایط ملیتون طوری هست که هزینه هر چقدر اندک هم که باشه برای این عزیزان در نظر بگیرید در این ایام که هنوز میتونیم بگیم ایام سال نو و نوروز هستش میتونه گره بزرگی از مشکلاتشون باز بکنه به خاطر اون اختلاف ارزشی که واحد پولی که در ایران وجود داره و جایی که شما دارید زندگی میکنید هزینه اندک شما اگر اندازه پول یه پرس قضا هم براشون بفرستید اونجا شاید با همون هزینه بتونن یک هفته مایحتاج غذایی داشته باشن مهم بودن و مشارکت کردن است چون تعدادمون کم نیست فقط لطف کنید حتما مشارکت کنید راهش هم که مشخص شماره بنیاد رو صفحه است یک هفتصد و چهار پانصد و چهار هفت هزار و هشتصد و یا نوروز دات که از اون طریق میتونید به مردم عزیزمون مردم زلزله زدمون در این ایام سال نوی در خوی کمک کنید اما این جالب بگم نظام وضعیتی افتاده از نداشتن مشروعیت که دیگه میرن این ورون ور افتار میخورن سلفی میگیرن علیرضا یوسفی سفیر ایران در نروژ در توییتی نوشته که مهمان افتار پیش خانوم آمال یا المعلمی سفیر عربستان در کجا؟ نروژ شده یعنی رفته اونجا خراب شده افتار خورده عکس گرفته تا چند وقت پیش اینا راه نمیدادن دیگه اتفاق در حالی رخ داده که دو روز قبل از اون هم حسن قشقاوی سفیر ایران در اسپانیا در ضیافت افطاری سفیر عربستان در این کشور شرکت کرده بوده کلا بر بچه‌ها گشتن نگاه نه عربستان کجاست میدونه اونجا برن دیدید که اینا مثلا برای دو نفر آدم ممکنه 6 تا مرغ و یه دیس برنج اندازه کل میز نارخوری شما بیارن بذارن وسط اینا میرن اونجا خیمه میزنن اما امیر عبداللهیان گفته پیچیده شدن تنش بین آذربایجان و ارمنستان به دلیل مداخلات خارجیه در دیداری که با لاوروف در مسکو داشته گفته تداوم تنش در قفقاز رو به نفع هیچ کدام از طرفین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نمیدانیم و امنیت در این منطقه رو به نفع صلح و ثبات و امنیت در منطقه میدانیم جمهوری اسلامی حالا این وسط به خاطر اینکه شرط آذربایجان رو میدونه چه جوری دیگه رو شده که آذربایجان اسرائیل فرودگاه ساخته و کلی تجهیزات و اصلا و غیر خریده همیشه پیرو حمایت از مردم مسلمان بوده ولی الان رفته با ارمنستان بسته اضافه کرده تلاش پولیتی که برای تغییرات ژئوپلیتیک منطقه رو عاملی برای پیچیده تر شدن هرچه بیشتر وضعیت در این منطقه میدانیم برای معتقده که باید از طریق مکانیزم سی و علاوه سه و سایر مکانیزم های موجود و به دور از روش های توسل به زور مسائل در این منطقه, مسائل در منطقه حل و فصل بشه همچنین مدعی شده که مداخلات خارجی یکی دیگر از عوامل پیچیده در شدن اوضاع در منطقه است گفته آقا چند وقت یه قرار نشستی در تهران در این رابطه بذاریم بازم دنبال مشروعیتن یه چیز علکی سنبل کنن چهار تا وزیر امور خارجه و غیره دعوت کنن بگم بیان اونجا که بگن آقا ببینید ما داریم میانجیگری هم میکنیم اما به نماینده ضد ایرانی در آذربایجان حمله شده نهادهای امنیتی درباره احتمال حادثه گفتن این حادثه احتمالا تروریستی داریم تحقیق میکنیم سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی تیراندازی و زخمی شدن یک نماینده پارلمان با دیدگاه های شدید ضد ایرانی تا این حادثه رو حمله تروریستی بنامد یا خیر بند خدا تو خونش مورد حمله با گلوله قرار گرفته این آژانس امنیتی در بیانیه گفته که فاضل مصطفی نماینده پارلمان سهشنبه شب بر اثر اصابت گلوله کلاشینکوف به دلیل جراحات در ناحیه کتف و ران در بیمارستان بستری شده به گفته این نهاد جانوی در خطر نیست و تحقیقات جنایی برای شناسایی عامل این حادثه آغاز شده اما اعلام حکم پرونده هاپمای اوکراینی تا پایان فروردین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور و حکم پرونده هاپمای اوکراینی خبر داد و گفت این رأی تا پیش از پایان فروردین اعلام و ابلاغ میشه احمد رضا گفت بعد از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده با وجود اینکه در تعطیلات نوروزی به سر میبریم رأیش صادر شده اسفند سال گذشته و سه سال بعد از سرنگونی پرواز تهران کیف توسط سپاه قوه قضایی ختم رستگی به پرونده رو اعلام کرده بود و گفته خوشم به زودی میدیم این در حالیه که خانواده جان اعلام کردن دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هاپم اوکرانی صلاحیت نداره شکایتهای های خودشون رو به مرجع قضایی بیطرف ارجاع خواهند داد اما یه اتفاقی افتاد نشست آخری که این اعضای اطلاف در کانادا داشتن که به روزش میخواستن در موردش صحبت کنم اونتا انقدر بعضی موقع ها حمله میشه به آدم که آدم واقعا میمونه چیکار کنه دیگه یک دل, یک دله کردم گفتم واقعا هر چی شد شد بیام در موردش صحبت کنیم حرف زدن بد نیستش که ما قرار بر این بوده که خمینی نسازیم دیگه هیچ کسی مقدس هر کسی ممکن اشتباه کنه از همه بیشتر خود من اشتباه میکنم بارها شده اومد تو کامنت هم نوشتن اشتباه اشتباه کردم اما اظهار نظرها و واکنش هایی که به موضوع صحبت آقای اسماعیلیون برمیگرده حق دادخواهی بازماندگان اعضای ادام شده مجاهدین خلق حامد اسماعیلیون از چهرهایی که به حال الان جز اپوزیسیون جز چهرهای شاخص میتونیم بگیم هست در نشستی دو ساعته در کمیته در پارلمان کانادا بر ضرورت توجه به دادخواهی بازماندگان اعضای سازمان مجاهدین خلق که در دهه 60 اعدام شدن در کنار باقی دادخواهان تاکید کرد این اظهارات که زنده در اینستاگرام پخش میشد در همون جلسه و در لایو اینستاگرام با واکنش منفی خانم یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی رو برو شد و این واکنش بلا فاصله به موجی از واکنش های مثبت و منفی دامن زد آمده اسماعیلیون در جلسه یاد شده که در کنار بقیه اعضا از, از جمله خودش شاهزاده رضا پهلوی نشسته بود به پرسش یک سناتور کانادایی پاسخ داد که پرسید درباره مجاهدین خلق چه باید باید چه بدانیم آقای اسماعیلیون در پاسخ گفته درباره مجاهدین خلق دو مسئله مطرحه یکی مسئله دادخواهی کسایی که در حقشون ظلم شده و دیگری اعمال غیر قابل فراموشی که این سازمان انجام داده یعنی کارهایی که کرده که نمیشه فراموش کرد یه جا بحث سازمانه یه جا بحث افرادیه که در حقشون ظلمی انجام شده توسط جمهوری اسلامی او گفت من خودم در غرب ایران زندگی میکردم و هرگز شبی که مجاهدین خلق از غرب کشور به ایران حمله کردن و فراموش نمیکنم مجبور شدیم خونهمون رو ترک کنیم و تا حدود چهل روز نتونستیم به خونهمون برگردیم اونها با ارتش عراق علیه ایران همکاری کردند و مردم ایران این موضوع رو فراموش نخواهند کرد هیچ کدام از ما در همبستگی محسا با مجاهدین خلق هیچ تماسی نگرفته و نمیگیریم و معتقدیم آنها نماینده مردم ایران نیستند آقای اما در این حال اضافه کرده هیچکس کس نمیتونه حق خانواده ها برای دادخواهی رو نادیده بگیره و برای کمک به این دادخواهی بهترین بهترینش رو انجام خواهد داد. تمام تلاشش رو میکنه اما کار برای شبکه مجازی که به حال همیشه در مورد هر چیزی حقشون رو میان نظر میدن یه مقدار من فکر میکنه در رابطه با این نظراتی که دادن بعضیا نگاه کردن که اون طرف همسر شاهزاده رضا پهلوی اومدن نظر دادن کاربران شبکه شبکه های مجازی فارسی زمان به ویژه توییتر به صحبتهای های و خانم یاسمین پهلوی واکنش متعددی نشون دادن از جمله مثلا خانم آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال ایرانی حقوق مدنی و حقوق زنان در پیامی نوشت دادخواهی خانواده ها ربطی به مسئولیت های سازمان های سیاسی نداره این دو را قاطی نکنیم مسئله سر خانواده های مجاهدین بود و توضیح ما هم این بود که دادخواهی حق همه خانواده هاست. نه کسی از سیاست های سازمان مجاهدین دفاع کرده نه حق پرسشگری از گذشته و عدم شفافیت آنها زیر سوال رفت به نظر من منطقیه اما از سوی دیگه داروش معمار روزنامه نگار در این باره نوشته بسیاری از مردم عادی، اقوام، جوانان و نوجوانان آزادی خواه قربانیان مشترک جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین هستند صد البته دادخواهی اعدام شدگان سال 67 حق مسلم خانواده های آنهاست اما در این دادخواهی سازمان مجاهدین کنار جمهوری اسلامی در صفحه اول متهمان است داروش مبارم نمیتونیم بگیم رد کرده گفته آره آقا باید دادخواهی بشه ولی از دو جا باید دادخواهی بشه هم از جمهوری اسلامی هم از سازمان مجاهدین یه از تعدادی از بازماندگان اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین در شبکه های اجتماعی همچون توییتر تاکید کردند که دادخواهی حق مسلم ماست دادخواهی لطفی نیست که کسی به دیگری, دیگری بکند و دادخواهی از ظلم جمهوری اسلامی مجاهد و سلطنت طلب و معترض نمیشناسه این متنی که دقیقا نوشته خانم اسم مادرش افسل نیا آیدی خودش رو ببینم چی بود خانم فاطمه پیشدادیان مطلبی که نوشته اینه که مادر من افسانه افسل نیا و پدرم عباس پیشدادیان هر دو عضو سازمان مجاهدین خلق بودند سال شست پدرم که 29 سال داشته زیر شکنجه کشته شده و مادرم 26 سال داشته اعدام شده من هشت ماهه بودم دادخواهی لطی در حق ما نیست دادخواهی حق حق ماست حالا اینجا لازم میدونم یه چیز بگم در تمام دنیا اینکه اه... کسی جرمی رو انجام داده طبق جرمش باید برخورد بشه ولی خلاف اون یا بیشتر از اون یا کمتر از اون نمیتونه بشه یعنی چی یعنی اگر شما یه قاتل سریالی رو در آ... بعضی از ایالت های آمریکا که قانونش اعدام داره اگر قرار باشه اعدام بکنن اگر یک افسر قبل از اعدام تو گوش این آدم بزنه اون افسر باید مجازات بشه یعنی ربطی نداره اون یه کاری کرده به این طرف داستان رو میخوام بگم حتی اون که قاتل سریالیه ولی در هیچ کجای دنیا زیر شکنجه کشته شدن به هیچ عنوان قانونی نیست اولا که آیا دادگاه صالحی بوده یا نه بعد چه وزشه کجای دنیا اصلا زیر شکنجه اعتراف میگیرن که بخوان بعدش اعدام بکنن هزار یک اتفاقات کثیف تو اون روز افتاده از جمله این اتفاقات یکی از کاربروی چیز جالبی نوشته نوشته که نه مجاهدم نه طرفدار مجاهدین اما هزاران نفر رو با انگ همکاری با مجاهدین بدون هیچ سند و مدرکی جمهوری اسلامی اعدام کرده جمهوری اسلامی هزاران نفر بیگناه و با اعتراف اجباری کشت حتی جنازه هاشون هم به خانواده تحویل نداد میدونید دیگه بعد از انقلاب خیلی رو میگفتن آقا این یا ساواکی بوده یا بعدش میگفتن مجاهد بوده میبردن تیربارون میکردن بدون اینکه سندی مدرکی چیزی وجود داشته باشه و اصلا اینجوری نیست که اگه کسی مجاهد بوده قطعا سزاش این بوده که همچین اتفاق تلخی بیفته به هیچ عنوان هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نمیتونه این جنایتها رو بیاد بگه آقا چون طرف مجاهد بوده چه میدونم حقش که این اتفاقه واسش بیفته و واقعیتش اینه که باید حتما رسیدگی بشه و باید به این دادخواهی انجام بشه هزاران نفر زندانی سیاسی از گروه های چپ و از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق در تابستان 67 در زندان‌های سراسر ایران از جمله اوین و گوهردش در تهران با دستور مستقیم رولا خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئت معروف هیئت مرگ اعدام شدند به دلیل پنهانکاری جمهوری اسلامی آمار دقیق از این اعدام ها وجود ندارم و بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در اون دوران دست کم دست کم 4482 تن شامل مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدن جنبش دادخواهی در ایران که در چند سال اخیر گسترش یافته از دهه 60 و به ویژه بعد از کشتار 1367 با پیگیری مادران و پدران دادخواه زندانیان کشته شده شکل گرفته اما حامد اسماعیلیون چند روز پیش تر نشسته هم پولی و در نشست همبستگی پلی به سوی آزادی در کانادا گفته بود که موجهای بعدی انقلاب زن زندگی آزادی در راه است و دادخواهی بخشی از این حرکته اما اگر میخواید اوج این اتفاق بدونید که چقدر تلخه و چقدر سخته بهتون توضیح میدم قبلش فقط اینو بگم اون مخالفتی که خانم پهلوی داشتن دقیقا این متنی بود که تو لایو نوشته بودن نوشته بودن که برای من مشخص نیست که چرا زمان این جلسه داره برای صحبت کردن در مورد مجاهدین خلق و فامیل ها اقوام اونها داره سپری میشه من فکر کنم آقای اسماعیلون باید فکوسش و تمرکزش رو بذاره رو خانوادگان قربانیان انقلاب محسا که در همونجا خانم سمیرا حقوقی براش مینویسه که میگه به خاطر اینکه اونها هم ایرانی هستند و اونها هم حقوق خودشون رو دارن در ایران دموکراتیک مزاشت ایران آزادی ایران دموکراتیک ای میگه اونها نماینده ما نیستند ولی اون هم حق و حقوق خودشون رو به عنوان ایرانی دارن که خانم پهلوی در جوابشون گفتن که در ایران آزاد ایران آزادی ایران دموکراتیک شامل دیکتاتورها دیکتاتورهایی مثل مریم رجوی نمیشه اگر نمیتونن تحمل بکنن اونا توی فرقه خودشون هم نمیتونن دموکراسی رو تحمل بکنن حالا بحثی سر مریم رجوی نیست ولی اینکه ما بگیم آقا چون اونو مجاهدن ولش کن نمیخواد حالا در مورد حقوقشون صحبت کنیم خب خیلی تلخه دیگه مخصوصا من فکر میکنم البته خورده نمیگیرم چون خانم یاسمین پهلوی احتمالا نمیدونه چه بلایی سر اینو اومده و چه اتفاقات تلخی برای این رقم خورده من فقط یه توضیح بدم تعداد کودکانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن چیزی که مشخصا اومده در رسانه های خود جمهوری اسلامی اومده یه چیزی هلوهوش نه دختر بچه ادام شده جزو اسامی بخوام بگم ببین اکساشون هم مینداختن حتی اگر بعضی از اکسار یه خوریسه بعضی از اکسار اون زمان بود که بعد از اعدام یا بعد از تیربارونم. ممکن بود عکسی بندازن نفیسه اشرف جهانی ده ساله مریم اسدی یازده ساله افسانه فارابی دوازده ساله جزو اینو جز نه دختر بچه اعدام شده ای زیر سیزده سال بودن یعنی من یه بار توی یکی از این رومایی کلاب هاست رفتم و پدر اینا داشتن تعریف میکردن میخوام بگم اون حجم غم قابل حزم نبود یعنی یه جایی آدم از درد میخواست سرش رو به دیوار وقتی که زن باردار رو با بچه‌ای که تو شکمش بوده دار زدن نوجوان پونزده ساله رو به جرم که داشته مثلا اعلامیه پخش میکرده دار زدن کدوم دادگاهی در کجای دنیا میگه بچه 15 ساله اگه قتلم کرده باشه اجازه اعدامش ندارن آدمایی که کلا از دستگیری تا اعدامشون ده روز طول کشیده و اینو بدونیم که اگر بچه ای آدم هم یه خلافی انجام میده اگر اینو همزاد پنداری کنید با هر کاری که انجام داده باز توقع دارید که متناسب به اون خلاف یا بزه یا اون جنایتی که انجام داده محاکمه بشه و اینجوری واقعا نیست که ما بگیم اونها چون مجاهدین بودن پس نباید دادخواهی دادخواهی حق ابتدایی همه ای انسان های دنیا جزء حقوق بشر هستش برای اینه که در هر جای دنیا اگر کسی جرمی انجام داده میتونه وکیل داشته باشه جمهوری اسلامی بذاریم کنار بر همین حرفایی که میزنیم بعضی مواقع ممکنه تبعات داشته باشه مخصوصا من کوچیکتر از این هستم که بخوام به خانم یاسمین پهلوی بگم ولی اینو میخوام بگم که اگر خانم یاسمین پهلوی داره به عنوان یک شخص به عنوان یک ایرانی سوا این که همسر شاهزاده رضا پهلوی هست میخواد نظرش بگه کاش میشد با یک اکانت گمنام نظرش گفت ولی اگر به عنوان همسر شاهزاده رضا پهلوی نظر نظرش رو داره میگه باید یه مقدار سعی کنی که همسو و هم همفکر با شاهزاده باشه ببینید من یه مصاحبه‌ای از شهبان فرای پهلوی دوبله کردم با العربیه بود ایشون گفتن با من که میخوان مصاحبه بکنن من از پسرم میپرسم که نظرتو چیه چون میخوام با اون در همون مسیر اون سالا رو پاسخ بدم کاش میشد این اتفاقا میافتاد من میدونم خانم یاسمین پهلوی خیلی پر انرژی در اون لحظه مطلبی به ذهنش میرسه خیلی شاید ندونه که چجوری ممکنه سوء استفاده بشه از مطلبش و میاد می مینویسه یا شعاری میده مطلبی میگه که این میتونه برای شاهزاده برای مسیر آزادی برای اعتلاف و غیره دردسر ایجاد بکنه امیدوارم که هر چیزی که ممکنه باعث بشه که بین آدم های گروه های مختلف و بین اعضای اطلاف درد ایجاد بکنه امیدوارم که فاصله بگیر از این انقلاب اصلی ما امروز دیدم که در توییتر یه عالمه آدما نوشته بودن که بالاخره آفرین احسن خانم یاسمین پهلوی بالاخره مسیح علی نجات رو در اینستاگرام آنفالو کرد حالا نمیدونم واقعا انجام شده یا نه ولی مردمی که دنبال این اخبار هستن من مطمئنم هدفشون آزادی ایران نیست دنبال یک بحث داغ خال زنک بازی میگردن که بشینن در موردش حرف بزنن ممنون که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید اگر سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید لطفا کنید ویدیو رو لایک بزنید در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید شب روزگارتون خوش تا وعده بعدی خبری خدا نگهدار